یعنی چی نمیشه؟ سلام مدبکسه، چه شو؟ چالم، خیلی خوش اومدید به مدبکس، کانال خودتون پشمام. بله بله، سروش پرکار. آقا قشنگ، زمانی که تو احساس میکنی از قالب ملتفت خارج شده، حالا چه خوب چه بد، نظرهای مختلف هست، ولی اینکه پرکار شده حال منو خوب میکنه. فکر میکنم خیلی حال میکنه که این اتفاق افتاده. اینکه تو در ماه بتونی کار از سروش بشنوی اصلا بعد این همه سالها خیلی جالبه. آخرین کارش با پوون بود، بسیار سورپرایز شدیم و امروز که از خواب پا شدم دوباره سورپرایز شدم، چون کار یعنی چی نمیشه هیچ کس اومده و کاوری داره که پریه در یه چیزی مثل قابه، نمیدونم مثل قابایی که تو دیوار میزننه یا قالبیه بر صورت. آه فکر میکنم که چون که اون قابی که پشت آبیه، خب میذارمش نماد دریا، پر که چون با باد تکون میخوره میذارمش نماد باد، یعنی رهایی. یعنی هم رهاییه چون سفیده، درست، نماد رهایی هم میتونه باشه دیگه. خب درسته، آره. و اینکه یعنی چی نمیشه، یعنی میشه آزاد شد. آره. من اینجوری الان هنوز گوش نشنی احساس رو دارم، یعنی شدنیه. داره به اونایی میگه که فاز چیز برنامه میگن نمیشه. آره آقا گوش بدیم ببینیم که چه کرده هیچ کس. برو بریم. یعنی چی نمیشه دو قایقار هول ز پول بند اومده و واژهای قفل بشه عاشقان جنگین، عاشقان کشت، عاشقان ایستاد، عاشقان مرد. چقدر متفاوت، چقدر متفاوت. یکی از چیزهای جذابی که حالا البته بعضی هم که طرفدارای ملتفت هستن براشون شاید جذاب نباشه، خب بالاخره یه ساوند جدیدیه که از سروش داریم میشنویم، ولی خب داره با پرودوسرها و آهنگسازهای مختلفی کار میکنه و داره ساوندهای آره. مختلف رو چک میکنه. اینجا هم باز متفاوته و نگاه کردم آهنگسازی خود هیچکس و چکاو. چکاو رو نشیدم تا حالا. آره. ولی داره ریسکای مختلف ورنداره. آره. سبکای مختلف ورنداره جلو. نمیمونی خش رو خش زیر چارچوب آقایم شی، ولی اونا را میشکونم از تعجب، نمیمونی پک رو پک ترسد جنگ برای آزادی مثل تاریکی محض ترس مشعله همه فکر رفتن رد پای اشکا روی تقبای کونه ها و مرگشون کنار مرز لبخند. بله بریم ببینیم که پدر چی داره میگه. چه گفته؟ بله. چه گفته؟ بچه از اولش میگه یعنی نمیشه داد قایقا رو هول. میبینم چرا کاوره میاد تو ذهنم، به نظرم کاوره نمادی یه چیزیه که دقیقا درکش نمیکنم. خب ولی باز قایقا رو هول دادن تو دریا، منظور به نظرم همین یعنی چی نمیشه، یعنی این رهایی آزادیه. خب من دریا رو میگیرم نماد رهایی آزادی دیگه. خب یعنی خودمون نمیتونیم این قایقامونو تکون بدیم، حرکت بدیم. به اون قشی داره میگه که یا هیچ کاری نمیکنن یا میگن تشی میشه، هیچی نمیشه، یه سری جوان رفتن مردن. من خیلی حرفا میشتمم تشی شد. خب به اینا داره میگه. بعد حالا میشه عاشقان جنگ، عاشقان کش، که میشه واسه عشقی که داری، واسه ایدئولوژی که داری، واسه تفکری که داری، واسه آزادیت به جنگ. حالا هرچی هم مردی هم حتی عاشقانه داری میمیری، عاشقانه عاشق هدفت، عشق به وطنت. خب اینا رو هیچی اینجا دلا میلرزه نمیمونه خش رو خش، خش رو خش بند نمیشه. خب چرا؟ چون دلا میلرزه. بعد این دلا لرزیدن رو به زمین لرزه تشبیه کرده. چرا؟ چون بعدش داره میگه زیر چارچوبا قایم شین، زیر چارچوبا قایم شین. تو زلزله میگم برین زیر چارچوب قایم شین. خب ولی اونا رو هم میشکونم تعجب نمیمونه پلک رو پلک، یعنی یه کاری میکنم، حالا از خودش داره میگه، یه کاری میکنم یه جوری این زلزله میاد خش رو خش بند نمیشه که دیگه از تعجب همه چشا پلک رو پلک نمیمونه، یعنی همه چشا گرد میشه، باز میمونه. خب نمیتونی پلک بزنی. و این هیچی. آهان میگه همه فکر رفتنن رد پای اشکا رو تپه های گونه ها و مرگشون کنار مرز لبخند. یعنی هم این رفتنه منظور اینه که بیخیال هدف شدن، خب، و دارن تو خودشون اشک میریزن، خب، و لبخندشون رو میخورن و اشک میریزن. یعنی
دیدن آقا نمیشه دیگه، همین تایتل نمیشه دیگه، پس باید همینجوری سر کنم، یا همه فکر رفتنم مرز که از ایران رد شدن و آره مهاجرت کردنم، راه نجاتشون رو این دونستم به جای وایسادن جنگیدن. بیا واسیم رو بلندترین صدای عالم، چشات وا کنین جای جای تازه است. اگه با هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی باید نمیگردن، اشکال نداره همه نمیفهمن. وای شهر چه کوبیسی داره، چه پسر چی کار میکنه تو این چند وقت، کورسه داره پاره میکنه، سروی شیشکست با این ملودی. آره وا خیلی دوستم. عالی، خیلی خوب کورسش و قشنگ یه پیامش مشخصه دیگه، آقا اگه تو رای تو ادامه بده، اگه دیدی کسی با تو همراه نشه اینا، تو کاری نداشته باش، مشکلی اینه که اونا همه نمیفهمن، همه غلط میشه تو بفهمن. کار تا وقتی تموم نکنه که خول نمیره، میزنم لب تیغم لب دشمن یه بوسه بچینه، تو هم بدو شایه رو ببینی، همه شدن قریبه، هرچی که دست میزنی به تنهایی شبیه جک توی کمینه، به خود برسنگ خود واقعی که جای دیگه توی قرینه، شک توی کمینه مشخصه چی دقیقا این چند وقت رو میگه دیگه، شک نکن که میشه، کم نیار. آره قطار ایستاد قطارمون، زندان و جنگ نابرابرن، قای زنجیر حاله های نور، نامیدی روانت نشونه میره، بدون میوه بدون ریشه کنده که منتظره به سوس سینه قبطه ای که تو گلو نمیره، ولی تعمل کن فقط یه روز دیگه، تعمل کن فقط یه روز دیگه. اون یکی ترکش بکنم اینم یه روز دیگه، یه هم چیزای یه روز دیگه، بنظرم این یه تیکه به اون اشاره داشتش، یه روز خوب میاد، آن یه روز خوب میادم هست، ولی یه دوتر این ترکیش رو خوبان اسمش رو به اون یه دوتر به اون شد. نمیفهمن اگه تنهایی باد نمیگردن، اشکال نداره همه نمیفهمن، اگه باد هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی باد نمیگردن، اشکال نداره همه نمیفهمن. آقا خیلی دوست دارم کورسو، صدای سوشو خیلی خوبه. ببین ما این صدا ملودی رو عالی میخونه، اصلا دوست دارم، انگار میره تو جونم. دستی که دست به دامنه نمیشه مش برانداز، به هر کسی که نمیشه گفت، اراده آهنیمون نمیشه زود، حتی اگه آسمون آتش بگیره بگیره، گود بریز سر براده هامون نمیشه شد، من وایسادم منو نمیشه کش، من وایسادم باز ریفرنس اینو خود ماسترک خودشه اونجا همینطور میگه، دستی که دست به دامنه نمیشه مش، دستاشو مشکل دستاشو مشکل، خیلی به طرف خوش ریفرنس، به هر کسی نمیشه گفت برانداز، به هر کسی فداکاری میخواد و آفرین داستانه، همون داستانی که تو کورسش میگه آجی، یعنی تو اوکی تو رو نمیفهمن، احساس تنهایی میکنی، فهم کنی تو این مسیر تنهایی، ولی اون ورس اولش که باید عاشقانه تو این مسیر باشی، عاشقانه بری جلو، عاشقانه بکشی، عاشقانه تلاش کن، عاشقانه هم حتی کشته بشی. ببین این فداکاریه با اینی که بری بشینی فقط تو مجازی فروش بینه بدی خیلی فرق میکنه ها، باید درکش کنی. منم و راه، منم و مقصد، منم و باد، منم و مشعل، منم و خاک، منم و نبزم، ولی من اگه تو نباشی منم و سنگر، من اگه تو نباشی. اصلا خیلی خوبه، دونه دونه داره ریفرنس میده به ترکای قبلیش، و علاوه بر اینکه داره به ترکای قبلیش ریفرنس میده، در حقیقت داره تویی که مخاطبشی و 100% هم ترکو شوش کردی یاداوری میکنه، میگه من اونجا بهت گفتم من اگه تو نباشی چی میشه، من اینجا به تو گفتم دستشو مش کردم، پس چیه داستان، یعنی همه داره به تو میگه که آقا من از اولش اینا رو گفتم به تو، میگه خیلی خوبه. در نوشت میگیرم تو مش بگیره، در دست ایران و شونم تو بمیرم تش، اگه با هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی باد نمیگردن، اشکال نداره همه نمیفهمن. ببین کورس نامبر وانه، یعنی عاشقتم سروش. ببین تو این سن پدر رپ فارس هم باشی، هنوز دنبال ریسک برداشتن باشی، هنوز دنبال تجربه باشی، هنوز دنبال سانه جدید، ببین
من احساس میکنم وقتی از ملتفت زده بیرون تازه یادش افتاده آرتیسته. آرتیستی که خیلی دوستش دارم. خیلی کار میتونم کنم. بابا این ملودی رو هزاران بار شاید زمزمه کرده بوده قبلا، ولی الان نوشتش کارش کرد. اگه تنهایی رو باید نمیگردن اشکال نداره، همه نمیفهمن. اگه باید هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن. اگه تنهایی رو باید نمیگردن اشکال نداره، همه نمیفهمن. ببین احتمال میدم که الان باز دو دسته میشن، یه سری که خیلی ملتفتی ترن خوششون نمیاد، یعنی صفر و صده اصلا احساس بکنم، ولی من دوستش دارم، من بسیار زیاد میپسندم. من آرتیستی که ریسک کنه عاشقشم، یعنی بره دنبال چیزای جدید. خب در این حال هنوز سروشیش کسه، یعنی تو ورسش میبینیش. اگه با هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن. اگه تنهایی رو باهات نمیگردن اشکال نداره، همه نمیفهمن. دوست دارم خیلی تون صداش دوست دارم. حتی این تون صدا رو تو ملودی بخونی. حالا بچه هایی که بیشتر طرفدار ملتفت که قدیم دنبال میکردن ما رو و حالا مدبکس میدونن که همیشه تو ریت دادن به رپرهای رپ فارس، من به شخص نظرم این بوده که سروش هیچکس بهترین رپر رپ فارسه، همیشه گفتم، ولی هیچ وقت اینم گفتم بارها، هیچ وقت تو پلیلیستم نبوده غیر از رکای قدیمش اوایلش یه مش سرباز و فلان و اینا نبوده، تو رکای بعدش توی پلیلیستم هیچ وقت، به خاطر اینکه نمیدونم شنیدنی نبوده برام، یعنی چیزی نبوده که مدام بتونم بشنوم، یعنی یه بار گوش میکنی لذت میبری تحلیل تو میکردی، ولی اینکه بخوام مدام مثلا تو ماشینت گوش کنی عمرن و اینجوری نبوده. ولی کارهایی که الان داره سروش انجام میده، مثلا من واقعا دارم گوش میبرم، خیلی پیش اومده که مثلا اون ترکش با قوانو گوش کردم، خیلی دوست دارم، خیلی ساوند شنیدنی تری شد، یعنی همون سروش هیچ کسیه که حالا دیگه اومده به نظر من برای گوش، اتفاقا الان مختص گوشهایی داره اینو درست میکنه که همه بشنون، یعنی صرفا فقط تو ملتفتی نباشی که گوش کنی، یا صرفا فقط دنبال آرای ادبی و فلان و اینا نباشی که هم مفهوما رو داره ساده تر میرسونه به نظر من. 100% قلم خیلی قوی داره. آره. میدونیم که این کار از پدر فارسه، ولی با تو موافقم که اخیراً داره در لیریکاش ساده نویسی میکنه، ولی مفهوما رو خیلی خفن داره همچنان میگه. در کل میتونم بگم سروش هیچکس پاپیولارتری رو داریم، ولی سروش هیچکس هر جور باشه که دوستش داریم، من دوستش دارم. چش و چالمه، دمتون گرم، تا آخر ویدیو امره من آیتا بودید. مدبکس چش و چالم از حج دنیا بار بیدید، پر از آرامش. دوستتون داریم زیاد. خدافظ.